یکی از مواردی که ممکن شما تصاویرتون از فاینال کات یا حالا هر برنامه دیگه به موشن بیاریم به خاطرش ری تایمینگه. یا همون تغییر زمان بندی کلیپ ما اینجا الان یک کلیپ داریم که یه همچین تصویریه ممکنه شما بخواید زمان بندی این کلیپ رو تغییر بدید مثلا اسلوش بکنید یا فستش بکنید یا هر کار دیگه برای این کار شما میایید توی اینسپکتور پراپرتیز قبلا این قسمت ها رو با هم دیدیم میریم سراغ آخرین عنوانی که اینجا هست به اسم تایمینگ شما اگر اینجا پنجاه بزنید توی اسپید به جای صد طبیعتا کلیپ شما خیلی طولانی تر میشه و پنجاه درصد اسلوتر تر میشه همطور که اینجا با هم میبینیم تصویر ما نصف از نظر زمان بندی تر شده یا اگر مثلا من اینو دیویست درصدش بکنم خب طبیعتا همطور که شما میدونید خیلی فستر میشه اما نکته خیلی مهم توی موشن این کار نیست خب این کار شما توی فانرکات هم ممکن بتونید انجام بدید و میتونید انجام بدید ما به غیر از کانستنت سپید یا سرعت ثابت که اینجا داریم یه وریبل سپید هم داریم یا همون سرعت متغیر ما یه شروع داریم یه پایان و الان یه ریتایمینگ ولیو داریم یا همون ارزش ریتایم یک اینجا به این معناست که ما اگه بیایم توی تایملاینمون من بیام توی کی فریم ادیتور با یه سرعت ثابتی از یه جا شروع میشه و یه جای دیگه تموم میشه اما اگه بخوایم تغییرش بدیم چطور راحت ترین راه برای این کار اینه که شما جایی که میخواین کلیپتون سرعتش کند یا تند بشه رو پیدا کنید مثلا من میخوام از اینجا تا اینجای ای کلیپ تا پنجاه خیلی سریع بشه کی فریم اینجا میذارم میخوام از اینجا تا تا اینجا یا شاید هم کمترش مثلا تا اینجا اسلو بشه و این تیکه آخرم دوباره فست بشه خب برای این کار من میام این دوتا کی فریم زمان رو با هم نزدیک میکنم یعنی من میگم این لحظه از زمان به جای اینکه که فاصلش بین صفر تا پنجاه باشه و پنجاه فریم طول بکشه تا این به این لحظه از زمان برسیم مثلا توی پونزده فریم به این لحظه برسیم و حالا این بر میگم خب به جای اینکه توی بین 105 تا 139 ترمان 140 به جای اینکه توی 35 فریم تقریبا این اتفاق بیفته اینجا میخوام توی تقریبا مثلا 12 فریم 13 فریم این اتفاق بیفته جا به جاش میکنید و حالا شما همونطور که میبینید خط اینجا خیلی شیبش زیادتر شده و اینجا شیبش کمتره در واقع شیب خطه که به شما نشون میده سرعت کلیپ چقدره اگر شیب خیلی زیاد باشه به این معنی است که سرعت خیلی زیاده و اگر شیب کم باشه سرعت کمه هر چقدر این شیب کمتر باشه سرعت کلیپ کمتر هست خب یه بار ما با هم میبینیم نتیجه اتفاق رو من اینجا کامند آلت او رو میزنم که نقطه انتخاب رو انتخاب بکنم شما همونطور که میبینید سریع میشه اسلو و دوباره سریع این اتفاقی که شما توی خیلی از فیلم های هالیوودی و توی خیلی از تبلیغات دیدین میافته که خیلی فست میشه بعد اسلو دوباره فست اما ممکن شما بخوایم باز هم از این نرم‌تر باشه شما فقط کافی این کی فریم رو انتخاب بکنید روش رایت کلیک بکنید اینترپولیشن و اینجا مثلا به زیه رو انتخاب بکنید اینجا هم همینطور تا بتونید با یه منحنی در واقع این سرعت رو کنترل بکنید نه فقط یه خط صاف اینجا طبیعتاً الان الان ما میتونیم یه اسلو خیلی نرم تری داشته باشیم اما این از زمان بندی ما در مورد کاری که ما توی موشن از نظر زمانی میتونیم بکنیم یه نکته هم در نظر داشته باشید که خیلی جالبه زمانی که شما ری تایمینگ رو آن میکنید و تبدیل میکنید به وریبل سپید الان مثلا ما کلیپمون انقدر یعنی مثلا 140 فریم شما میتونید از 140 فریم هم جلوتر برید یعنی به طور مثال من میتونم این کی فریم آخر رو جابجا جا کنم و ببرم جلوتر فقط محدود به این بازی زمانی خود کلیپتون نیستید این نکته هم شاید گفتم جالب باشه بدونید خب الان توی شرایط عادی وقتی ما پلی میکنیم این تصویر رو ممکنه شما بگین اسلوش تیک داره و من زیاد خوشم نمیاد دوست دارم از این بهتر بشه اسلو باشه من خب اصلا علت این که ما این کلیپ موشن آوردیم همین کار بوده اجازه بدید من این قسمت تایم لاین رو ببندم تا بیام دوباره اینجا یکی از نکات خیلی مهم دیگه موشن رو خدمتتون توضیح بدم فریم بلندینگ ما در واقع فواصل فریم های ماست توی ببخشید مجذرم میخوام توی زمان اسلو موشن کردن یعنی مثلا میگم اینجا من الان یه سری فریم دارم که فاصله شون با هم مثلا 25 فریم بوده مثلا از اینجا تا اینجا حالا که اسلو کردم این فاصله خیلی زیادتر شده یک سری فریم این وسط خالی میفته یعنی یک سری فریم میانه ما داریم که در واقع حضور فیزیکی ندارن واقعا اینجا نیستن به خاطر همین باعث بشه که تصویر ما یه تیکتار بشه و مشخص بشه که کامپیوتری اسلو شده برای این کار تکنیک فریم بلندینگ توی موشن هست اگر شما این فریم بلندینگ رو روی بلندینگ بذارید تصاویر رو به هم جاهایی که فریم میاره دیزالو میکنه اگر موشن بلار بلندینگ بذارید غیر از اون که اینها رو دیزاف میکنه یه مقدار تار هم میکنه البته خب همونطور که شما اینجا میبینید با 8 فریم در ثانیه داره پلی بک انجام میشه یه مقدار شاید ما درست نتونیم ببینیم اگه اجازه بدید من یه بار رم پریوی بگیرم تا بتونیم یه مقداری بهتر تفاوت رو حس بکنیم زمانی که تصویر شما حرکتش سریع میشه موشن بلار بیشتری به تصویر اضافه میشه و زمانی که حرکت ساکنه موشن کمتری توی تصویر خواهد بود نتیجه شما الان میتونیم با هم ببینیم خب اما باز این هم ممکنه اون چیزی باشه که ممکنه این چیزی نباشه که شما میخواین آخرین عنوانی که ما اینجا داریم که اپتیکال فلوه از همه سه تا عنوان دیگه زمان برتره و محاسبش به مراتب خیلی طولانی تر از سه تا مورد بالاییه بلندینگ شما اون چیزی که شما توی فاینال کات هم دارید و اگر قرار باشه بلندینگ انجام بدید اصلا نیاز نیست توی موشن بیاین البته اگه توی فانال کات کار میکنید موشن بلور بلندینگ هم یه مقدار زمانبر هست اما اپتیکال فلو میاد پیکسل ها رو دنبال میکنه به همین دلیل محاسبه شما اگه من اینجا بخوام رم پریوی بگیرم شاید طولانی نوع این فریم بلندینگ اپتیکال فلو باشه البته شاید که نه حتما طولانی ترین ولی بدون شک نرم ترین و از نظر تصویری بهترینشونه حالا ما اینجا با هم ببینیم شما همینطور که میبینید اینجا اسلو موشنی که من دارم نسبت به دفعات قبل خیلی بهتره و خیلی درستتر انجام میشه اما خب مشکلی که دارین که از نظر زمانی ریل تایم نیست و شما باید رم پریویو بگیرین تا ببینش و شاید یه کار شما رو به هر حال کنتر بکنه معمولا شما توی شرایطی که میخواید زمان بند... بندیتون رو به دست بیارید بهتر فریم بلیندینگ رو روی نان بذارید چون به هر حال فقط میخوایم ببینیم که سرعت ها کجا میخواد کند و تند بشه اما اگر خواستید خروجی بگیرید بهتر این رو روی اپتیکل فلو بذارید اه، یه نکته ای من بگم این زمانمندی که ما توی کی فریم ادیتور تنظیم کردیم تأثیری توی فریم بلندینگ نداره یعنی من اگر این کی فریم هام رو جابجا جا بکنم یا تغییر بدم روی این فریم بلندینگ هیچ تأثیری نداره این در واقع یه تکنیک برای ترکیب کردن فریم ها و این فقط یه مشخص است برای کم و زیاد کردن سرعت